اولین خصیصه سپاه و اولین هویت سپاه از ابتدای تولد تا کنون این بوده که سپاه کلیه اقداماتش بر پایه عمل مقدس استوار بوده. سپاه سعی داشته همه عملی که انجام میدهد عمل او عمل مقدس باشد، نه عمل بزرگ. عمل بزرگ عمل ماندگار نیست. اینکه ما نام میبریم از عمل استراتژیک، عمل بزرگ را عمل استراتژیک مینامیم، خیلی در تاریخ بوده، اما اثر او بر یک قبیله، بر یک قوم، بر یک ملت. اثر اسکندر بر یونان قدیمه، اما از دید ملت ایران منفوره. اثر نادر بر یک دوره‌ای از ایران قابل افتخاره، اما بر ملت دیگری قابل تنفره. اما عمل مقدس عمل امام حسینه، عملی است که در آن خودخواهی، خودمحوری، جاه طلبی، خیشاوند پروری راه ندارد. سپاه در پیشینه خودش، مهمترین پایه اساسی سپاه بر مبنای عمل مقدس بنا گذاشته شده. عمل مقدس برخواسته از روح حماسی و انقلابی مقدسه. تا کسی این روح را نداشته باشد نمیتونه عمل مقدسی را انجام بشه بدهد و خالق عمل مقدسی باشد. عمل بزرگی را، عمل مهمی را خالق میشود، اما عمل مقدس اثرگذار اساسی را که در تاریخ ماندگار بشود و اسوه بشود به جا نمیگذارد. عمل مقدس یک عملی است که از غیرت، شجاعت، عظمت، حقیقت، دفاع از حق سرچشمه میگیره. پیشینه سپاه پیوسته این بوده. لذا هویت اول سپاه بر پایه عمل مقدس است. عمل مقدس یعنی هویتی که برای دیگران موج میزند و خود را نمیبیند. تنها چیزی که نمی بیند خود است. شب عملیات نگاه بکنید، صحنه های شب های عملیات را که به تعبیر مقام معظم رهبری شب های قدر این انقلاب بودند. هیچ خودیتی وجود نداشت، هیچ منیتی وجود نداشت. به اون میگن عمل مقدس. او که با گریه برادرش راضی می‌کرد او بماند تا او برود. مثل حماسه کربلای پنج، عاشورا، این دفاع مقدس است. دفاع مقدس، عمل مقدس یعنی عمل خودفراموشی. به تعبیر اون شاعر، تا فراموش خودی یادت کنن بندگش.